که میخوام بهتون شماره سه و شماره چهار رو بگم که چجوری میتونیم کلمات رو به جمع یا به سوم شخص تبدیل بکنیم اوکی اگه یادتون باشه تو پارت قبلی اس و ای رو بهتون گفتم و گفتم که قرار تو پارت بعدی در مورد آی, آی اس و وی ای اس صحبت بکنم حالا بریم ببینیم که اینا چجوریه نمبر 3 آی ای اس When we have Y at the end of the words and a before that, first we should remove Y, then we have to add I, a, S. اگر ما آخر یه کلمه ای، یه فعلی، یه اسمی وای داشته باشیم باید قبل از وای حتما یه کانسوننت وجود داشته باشه کانسوننت یعنی چی؟ بهتون گفتم یک حرف بی صدا پس کانسوننت به اضافه وای اگر این ترکیب رو توی یک کلمه دیدیم میایم اول وای رو حذف میکنیم بعد IES اس اضافه میکنیم اگزامپل فامیلی فامیلی آخرش وای داره قبلش حرف بی صدا داره اینو میخوایم تبدیل کنیم فامیلی خانواده بشه خانواده ها این ایگرگ رو حذف میکنیم میشه فمی لیز به جای ایگرگ ای اضافه میکنیم اوکی okay. next ورد is ترای ترای یعنی تلاش کردن امتحان کردن آخرش وای داره قبل از وای هم یه دونه داریم سو so we موو وای ون وی اد آی ای اس میشه Tries. Tries. حالا اینجا یه ترکیب دیگه براتون نوشتم نوشتم واول پلاس وای حالا اگه واول داشتیم بعدش وای مثل او وای اون موقع چی کار میکنیم؟ اون موقع میره جز دسته اول بهتون گفتم یادتونه گفتم دسته اول توضیحش نوشته بودیم که اگر کلمه جز دسته دو و سه و چهار نبود میاد تو دسته اول حالا اگه ما قبل از وای یه حرف صدادار داشتیم دیگه بهش آی ای اس اضافه نمی کنیم. دیگه وای حذف نمیشه فقط یه دونه S اضافه میکنیم directly اوکی okay. پس اگر قبل از وا یکی از حروف صدا دار i e o u a هر کدوم از اینا بود دیگه نمیخواد اینا حذف کنیم یه اس میذاریم و تمام نمبر 4 v e s when we have f or f e at the end of the word first we should remove F or F E and after that we add V E S. اگه ما آخر کلمه F یا F E داشتیم میایم اونو حذف میکنیم بعد V E S رو بهش اضافه میکنیم. Example thief thief یعنی دوزد thief F داره ببینید E F نگفتیم ما گفتیم F E پس F حذف میشه V E S اضافه میشه شه. thieves lives life زندگی life اف ای -E داریم حذف میشه میشه lives زندگی ها lives knife چاقو knife چاقو اف ای -E داره حذف میشه میشه knives leaf یعنی پارک افش حذف میشه میشه leaves اوکی okay. پس خیلی ساده بود اصلا سخت نبود یه اکسپشن داریم مثل همیشه یه استثناء داریم این کلمه که براتون نوشتم و جز اکسرسایزتونه جز تمرینتونه و قرار شما انجام بدید اینو این کلمه ها با اینکه آخرش F یا ورزی یا FE داره اف داره اف -E داره دابل F داره اما ما همه اینا رو با اس جمع میبندیم یعنی پیرو قاعده شماره چهار و توضیحاتی که دادیم نیست همه اینا با اس جمع بسته میشه حالا شما باید چی کار کنید شما میرید دونه دونه این کلمه ها رو توی دیکشنری سرچ میکنید که ببینید معنی هر کدوم و تلفظش پرونانسیشنش چیه من اینا رو براتون نمیخونم اوکی معنی هم نمی کنم. شما میرید همه اینا رو پیدا میکنید تو دیکشنری معنیشو در میارید بعد بر خودتون رو چک میکنید بعد میرید میبینید چه, چه کلمه های دیگه به جز این کلمات هستش که با وجود اف و اف ای آخرش ما باز میایم با اون گروه یک شماره یک فقط بهشون اس اضافه میکنی این تکلیفی که شما باید انجام بدید مطمئنا وقتی دارید این رو چک میکنید این کلمه با منیش خوب تو ذهنتون میمونه الان اگه من از روش بخونم یا دور معنی رو بگم مطمئنا شما نمیرید دنبالش که ببینید اینا چیه و اون موقع است که یادتون میره اینا جزء استثناء های. ممکنه وقتی دیدید فقط همین قسمت یادتون باشه و بیاد همون اف ای رو کنید وی اس اضافه کنید ولی اگه خودتون برید دنبالش معنی رو چک کنید اون موقع بتونید که خوب تو ذهنتون بسوارید من حتما تو پارت بعدی اینا رو براتون تلفظش رو میگم معنیش میگم و تو پارت بعدی this is part 3 تو پارت چهارم میخوام بهتون اسهای های ایرگولار بگم اینا ریگولار بود یعنی با قاعده جمع بسته میشد میخوام حالا بی ها رو بهتون بگم مثل مدرسه که میشد مدارس مسجد مساجد اینا رو میخوام بهتون بگم در کنارش اینا هم براتون رو میخونم اوکی دکمه کنار این پایین رو بزنید که این کناره حتما سابسکرایب کنید چنل ما رو که همشه اولین نفر باشید که ویدیوهای ما رو تماشا میکنید Love تو too much and goodbye